درودی دیگر و درودی برتر. برنامه دیگر از زنجیره برنامه های دمی با شاهنامه و فرهنگ ایران رو پیشکش شما میکنم. من نازیار قویدل هستم. در روز 16 آذر 3754 آیین زرتشتی، 2725 مادی ایرانی، 2575 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1395 کوچی اسلامی یا کوچی محمدی و 1385 یزدگردی. امیدوارم در هر کجای جهان که باشید شاد و تندرست باشید و روزگار رو به خوشی بگذرونید، به ویژه در این روزهایی که روزهای ویژه‌ای هست. برای اینکه بدانیم چگونه روزهای ویژه‌ای هست، به یک پیام گوش می‌دهیم، به یک پیام از زنده‌یاد بنان و شاد باشی بانو آذر پژوهش. ای قبله آزادگان، وی خاک آذر بادگان، فرخنده باد ایام تو که نام تو شاد و همیشه خوش باشید. خب، گوش داریم. پس میدونید که پیام چی بود؟ پیام درباره 21 آذر بود. 21 آذر میدونیم که روز ویژه‌ای در تاریخ میهن ما. میهن ما که در دوران قاجار بسیاری از بخش‌های کشور رو از دست داد، قاجاریان به سرکردگی روحانیون. اونها اینا رو به جنگ کشیدن و ایران هم توان نداشت. در دوره فتح علی شاه بودیم که بچه های جوان ایران شنیدنش میگن شکست علی شاه نه فتح علی شاه، و روحانیان اینو برمی انگیختن، تحریک میکردن و میرفت و میباخت. و در برابر اینها، هنگامی که تازه انقلاب روسیه هم شده بود و اینها اومده بودن که بخورن ببلن آذربایجان ما رو، و همین نقشه برای کردستان و جاهای دیگه هم بود که خب جاهای دیگه رو پیشتر رضا شاه امر کرده بود، اینک با پیش آمدن جنگ جهانی دوم اینها چنگ انداخته بودند و کنار نمی رفتند که سرافرازان ما توانستند در دستگاه‌های سیاسی با رهبری پادشاه زنده‌یاد محمد رضا شاه پهلوی و ارتش دلیر ایران و با خواست مردم آذربایجان اون دردسر بزرگ رو رها کنن. یعنی در چند باره که ما همه چیز رو از دست داده بودیم از بخشای کشور، این بار پیروز از آب در اومدیم. پس بدونیم که روز رهایی آذربایجان در 21 آذر روز ویژه‌ای است در چند صد سالی گذشته ایران، که همش ماهی باختیم، هی دادیم به اینون، از همون گرفتن. تنها باری که تونستیم بگیریم این بود، و بار دومش هم روزی بود که توانستیم تنب بزرگ و تنب ابو موسا رو به امام وطن برگردونیم. تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا. بیاییم و به یاد بازماندگان هم شهریور 20 که ما میدونید سه سرباز داریم، نقطه صفر بین ایران و روسیه، سه سرباز آرمیدند. این سه سرباز رو که من نام اینها همه رو میگم، خاندان ذوالفقاری و اینها رو، اینا در برنامه رادیوییم در بیش از یک ساعت این هفته در روز آدینه گفتگو خواهم کرد و روی فیسبوک هم پخش خواهم کرد. بیاییم این یک هفته رو به آرامگاه های اونا بریم. آرامگاه خاندان ذوالفقاری که بسیار کوشیدن در تهران، در اون مرز صفر
سربازانمون هست، در خود تبریز بسیار هست، مردمانی که جان باختن، مردمانی که در برابر این فرقچی ها وایسادن، در برابر میشه گفت روس ها ایستادن و کشور رو رهایی بخشیدن. بیاییم یک هفته به دیدار اینها بریم، زمان بگذاریم، به دیداری، به گفتاری، به شاخ گلی دل ایران رو به دست بیاریم، هم پیش از این 21 که برسه به خاندان ستارخان و باورخان، سردار سالار ملی و سردار ملی و سالار ملی، که سردار ملی ستارخان، سالار ملی باقرخان و همه اونهایی که در اون دوره بودن و جانفشانی کردن، جان باختن تا این کشور بمونه و فرهنگ بنمایش همواره به ما یاری بده که سرفراز و سربلند سر جای خودمون بیست. خب از فرهنگ گفتیم و دنبالی کار فرهنگیمونو میگیم درباره شاهنامه. یکی از دلنگیسترین و دلکشترین داستانهای جهان رو، داستان رودابه و زال رو داریم، ازش میگذاریم، دربارش گفتگو میکنیم و به ویژه در این داستان میبینیم که تا چه اندازه زن ایرانی توانایی داره. یادمون باشه این زن پشتی ایران و ایران زمینی که در این دوره از تاریخ داره خودنمایی میکنه و حقشو میگیره و نشان میده که من زنم، من پیمان میبندم، بر سر پیمانم میستم، من دل میبندم همچنان که مرد دل میبندد و باید بیستم. و یا میبینیم که سیندخت نخستین پیامبر یا سفیره که میره و با سام با پیروزی گفتگو میکنه و با پیروزی، با اندیشه نیک فکتیست ببخشید سوهدی فرمان، با اندیشه نیک سخن میگه و با پیروزی بیرون میاد، کاری که همسرش که پادشاه هست و اون هم سرباز و دم و دستگاه داره نمیتونه بکنه. این از اون ویژگی هاست که ما نباید فراموش کنیم. خب بدونیم که زال و رودابه به هم رسیدن و هنگامی که به هم رسیدن به دیواری کاخ رسید، زال همسرش رو یا هم همالش رو، رودابه رو، عشقشون بالا دید، گفت من چیکار بکنم؟ گفتش که بیا بالا. زلفش رو باز کرد، انداخت پایین، گفت از این زلف من بگیر و بیا بالا. و این گفت نه، این نمیشه، این دادگرانه نیست. و از دستیارش کمند رو خواست و کمند انداخت بر کنگره و رفت بالا. و هنگامی که به اون میگفت اینو نمیخوام زلف تو، اون میگفت از آن پرورانیدم این تارا که تا دستگیری کند یار را. این رو در چه زمان میگه؟ هنگامی که فردوسی اینو سرودی میکنه، در یک دوره چون امروز، در دوران سلطان محمود و سلطان مسعود و اون زمان ها، در اون دوره ها هستش. مردم بسیار بسیار پافشارن، متعصبن. کتاب های ایرانی رو که امروز میبینیم بخش های داستان هخامنشیان نیست تو شاهنامه، چون فردوسی اشکانیان میگه از اشکانیان نیز نشنیدم، اونا رو میگه نشنیدم. هخامنشیان نمیگه، داستان دارا رو داریم میبینیم نیست در شاهنامه، نام دارا هست تنها دا. یا آرش رو، نام فرزند آرش رو میبینیم، نام خودش رو میندازیم میشنویم، کارن یا قارن فرزند آرش هست، خود آرش هست، از اینکه تیر انداخته سخن ازش هست نیست خود داستان در این شاهنامه، که به باور کنید 99% من، نزدیک به 100% این از افتادگی های شاهنامه است، اگر نه که چرا باید به این گوشزد میکرد و اشاره میکرد. خب پس ببینید در یه همچی دوره این میره اونجوری میگه، و یا برای نمونه زال به اون میگه که من امیدوار بودم که تو در خواب ببینم، نهانی ببینم، کنون شاد گشتم ز دیدار تو و از این آوای نرم و ناز تو. اون هم که بهش اونو میگه، به هر هنگامی که این میره بالا، اون میاد و دست زال رو در دستش میگیره. این بسیار بسیار نکته مهمیه. در چند جای این کتاب میبینیم این کار ارزشمند در این داستان رخ میده و زن میاد دست مرد رو میگیره یا مرد دست زن رو میبنده، اونجا عاشقانه، دلبرانه، مهرورزانه در دست میگیره، جاهای دیگه برای پیمان بنده. خب اومد و رفت با هم بودند و لب و بوسه و کنار اینها بودند و میگساری بود اینها، تا بامداد که آمد و
حالش بد بود و بزرگان رو خواست زال و با اونها گفتش که موبدان و بخردان و اینا رو آورد و گفت من دلم ریشه، من حالم بده، من دل بسته شدم و من این دختر رو میخوام. و اونها هم خب بیگمان بهش میگن که باباشم این از زادگان مهرافشاه، دختر مهرافشاه کابلی از نوادگان ضحاک، با این روی میگه من اینو میخوام و من دل بسته و پیمان بستم. خب اونها هم میگن پس نامه‌ای برای سام بنویس. این هم نامه‌ای برای سام میکنه و روانه میکنه. نامه رو سام در گرگساران میگیره که میدونید که برای دفاع پیشپشتیبانی از کشور رو پیشگیری رفته اونجا به نبرد. در اونجا میره و نامه رو میگیره و میخونه و شگفت زده میشه و میبینه که اون چیه درش نوشته که تو گفتی اینجوری منو چجوری آوردی، اینها رو در بخشای گذشته گفتم و اینک منو تنها گذاشتی و رفتی و من دلبسته شدم، خودت گفتی برو کابل، رفتم اونجا دلبسته شدم. از اونجا اومد و به خوابگاه خودش آمد، نخشیر کامد سوی خانه باز، به دل شندر اندیشه آمد دراز. با خودش چه میگفت؟ میگفت این رو چی کار کنن؟ همی گفت اگر بگم این نیست رای، اگر بگم این رای نیست، مکان داوری سوی دانشگرای، برای دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن. این پیمان شکنی، پیمانی که من با اون بستم در هنگامی که آوردمش، در هنگامی که سیمار بود و من بودم و بزرگان، به این گفتم که پیمان میبندم آرزوهای تو رو برآورده سازم. اینک من اگر به این بگم، اگر بگم که این نیست رای، مکن داوری سوی دانشگرای، برای دادگر نیز و بر انجمن، یادی که دم بود، نباشد پسندیده پیمان شکن. و سوی شهریاران سر انجمن شوم خواب گفتار و پیمان شکن. پیش شهریارم پیمان شکنه، چون کسی که پیمان شکنی بکنه این پسندیده نیست. در بخشی از شاهنامه‌ای که در ایران چاپ کرده این بخش پیمان شکنی رو برداشتند و این هم از اون کارهایی که کردن. خب میگه خب اگر گفتم آری و کامت رواست، به پرداز دل را به دانچت هواست. اگه اینو گفتم، این که مهر پرورده است، اونم که زایدی ضحاکیه که ضحاکم نژادش روشنه، چه باید بکنم؟ در اندیشه بود و بسیار دشواری داشت و به خواب رفت. از خواب که برخاست، بزرگان و موبدان و بخردان رو خواست و با اونها به گفتگو کرد، به گفتگو نشست. و ببینید در اینجا چی میگه. میگه همانا که باشد به روز شمار، فریدون و ضحاک را کارزار، یا کارزار نبرد است. یعنی نکته‌ای که اینجا هست، نگاه کنید، شاهنامه اینها رو برای ما به زینها را امانت گذاشته. میگوید که این خوبی و بدی، فریدون و ضحاک، این نبرد بین پاکی و آلودگی و زدودن آلودگی ها همواره در جهان هست، اگرچه به روز شمار، هر روز شماری در هر هنگام باشه. میگه خب اینک شما ببینید آینده این چگونه است، من حال درستی ندارم. ستاره شناسان به روز دراز، همی ز آسمان باز جستند راز. این که به این ستاره شناسی اینها ایرانیان باور داشتن و آگاه بودن که ستارگان میچرخند، سیاره ها میچرخند و در جا به جا اومده. گردان سپر بارها در شاهنامه بوده و من هم براتون از روی شاهنامه خوندم. خب اینها ایرانی ها باور داشتن که ما میتونم آینده رو پیش بینی کنم. خب اینو داشتیم، خوب یا بد داشتیم، زیر قالی پنهانش نمی کنیم. خب بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت خیش آمدند. به سام نریمن ستاره شمار چنین گفت که گرد زرین کمر، ستاره شمار گفت که گرد زرین کبر، تو را مژده از دخت مهراب و زال، که باشند با هم دو فرخ همال، به اندازه هستند و بسیار سازگارند با هم. از این دو هنرمند پیژیان، بیاید ببندد به مردی میان. این مردی دلیریه،
جهانی ز پای اندر آورد به تیغ، نهد تخت شاه از بر پشت میغ، ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مقاکاب. مژده بدیم که اینها با هم میرسن و از این پیوستگی اینها فرزندی به جهان میاد که این فرزند بسیار زورمنده و جهان رو زیر تیغش میاره و حالا میبینیم در آینده چگونه به زیر تیغش میاد و تخت پادشاهی رو به ابر میرسونه، به بالای ابر. دیگه دشمنی نداریم و از او بیشتر بعد به توران رسد، به تورانیان بعد میرسه. همه نیکوی زو به ایران رسد. در بخشای پیشین گفتیم که توران آن تور، ایران مال آن ایرج، مال ایرج، و اینها برادرانی بودند که برادری که در بخش اروپایی امروز بود، خاور روم بود، این آدم بدندیشی بود. برادری رو که بخش آسیایی بود به نام تور و بر ترکان و چین پادشاهی میکرد، این رو برانگیخ تحریک کرد و آوردند و اومدن گفتند که چرا من باید در اروپا و امروزی در خاور و روم باشم، تنها باشم، و این برادرم هم در پیش ترکان باشه، خودش میشه مرا بر در ترک بسته میام. دیگه منو بردن گرفتار ترکان کردن و این اومده اینجا، اینو بر این پایه گوشزد کردم که کسانی میگن ما تورانی هستیم، ما ترکیم. یکی این که تورانه نه توران. دو این که تور همون تورجه، شما تورش رو دونستی، تورج رو نمیدونی، همون ایرم ایرجه، و اینا هر دو ایرانی هن، هر دو برادران ایرانی هن. پس از دو روی بیرون نیست، یک یا شما فرزندان توری پس ایرانی، اگه نمیگید ما ترکیم از اون بر اومدیم، خب چکا باید بکنید که چند میلیون ایرانی امروز در امریکا بیان بخشی از امریکا رو بگن آقا اینجا ایرانه، اینجا ایرانستان ماست، مال ماست. نمیشه که. اگر شما میگید ما مهمانیم، آمدید اینجا از اون سر دنیا، خب اومدید دیگه، موندید، امروز از ما هستید، امروز خواهر و برادر و همسایه ما هستید دیگه، از یک خانواده. فرهنگ ایرانی پذیراست، همواره پذیراست. شما ببینید از نوادگان مغول هست، ترکان هست، نا تازیان هست، دارن زندگی میکنن، امروز کشورشونه. شما نگاه کنید هنگامی که به فرزندان ایران زمین، چه افغان، چه تاجیک، چه سمرقند و بخارا، چه هر جای دیگه، هزارهی، چه خوزی، تازی زبان، پارس زبان، کرد زبان، بلوچ زبان، آزار میارن، همه جوانان و همه فرهیختگان برانگیخته میشن. پس اینو من یادآور کردم که دوستان من، شما مهمان نیستید، شما صاحبخونه هستید، اینجا همون جایی که هستید خونتونه و اون نام و خونم ایرانه. و برادران من، اینم نیست که اگر خواستن این دست بیمار شد بیان از دست بپرسن دست تو بیماری ما تو رو ببریم، هم چیزی نیست، از مغز میپرسن، مغز همه ایران زمینی، نمیان بگن از این بخش ما رأی گیری کنم. از این داستان ها در فرهنگ ایرانی و در فرهنگ جهانی هم نیست. اینم که در این مجلس آمدن و نمیدونم فراکسیون ترک زبان درست کردن، اگه کشور اروپا باشه این جرمه، این نژاد پرستیه. شما نگاه کنید که در کشور سوئد چند نماینده ایرانی هست، چند نماینده ترک هست، عرب هست. پس اینا بیان بگه اه ما نماینده چیز میخوایم، سوئدی میخوایم، این ترک، اون نمیدونم بلوچه، اون یکی کرده، نمیتونن نماینده ما بشن. از این داستان ها نیست. یعنی که برای نمونه این جنوب سوئد زبان خودشو داره. این ببینید، این یک دیکشنری بین زبان سوئدی و زبان این منطقه. ببینید، خب اینها پس بیان بگن که آقا جان بیایم اینجا زبان ما سواس، این منطقه سوا بشه، یا اینکه ما در اینجا که زندگی کنم هر کی خواست شهردار بشه، فرماندار بشه، باید از اینجا باشه. اینها آدم میگیرن اینجا، میگیرن میبرنش پیش روان پزشک، میگن این آدم روانی شده، که برای نمونه قوی دل از ایران اومده اینجا، برای نمونه پسندیدنش آقا اون آیه شکرچی یا هر کی هست که اومده کردش نماینده، این میگه نه این از منطقه ما نیست، نباید بشه نماینده. اینها شوخیه، اینا گرفتاریه، اینا بازیاییه که برای ما در میارن، امیدوارم از سر بزن. پس اومدن گفتن که نگران نباش و به خواب در آرد سر دردمند، ببند در جنگ و راه گزند. پس این فرزندی از اینا زاده میشه که چیکار میکنه؟ به خواب اندر آرد سر دردمند. مردمی که دردمندن و آرامش ندارن سرشون رو به خواب بیاره،
آرامش بهشون میده. چگونه؟ به این گونه که ببندد در جنگ و راه گزند. این یکی از نکته های ارزنده است. در داستان جمشید من یادآور شدم، بهتون گفتم در دوری محمد رضا شاه پهلوی ما ارتشی داشتیم، برای این بود که ما ارتش نیرومندی درست کردیم ولی به هیچ یورش نبردیم. شما در زمان جمشید نه به یورشایی بوده نه جوان محمد رضا شاه پهلوی. از همین آقای خامنه‌ای زمانی که رئیس جمهور بود من یک چیزی شنیدم، بهتون بگم خوبه، که ارتشی که قویه حتی آخوندا هم میپسندن. یه افسری هست که نامش رو نمیبرم، شاید به ایران رو بیاد امروز نمیدونم، در سوئد سرگردی بود و گویا سرهنگم شد پس از اون. این میگه که در میدونید که در لشکرک اتاق مهمات ارتش هست و اینا برای نمونه 20 تا کامیون تریلی میره اون تو بار میزنه و دور میزنن برمیگردن. این افسر گفتش که خب من در اونجا بودم، این آقا هم رئیس جمهور بود، اومده بود بازدید. گفت خب ما پشتش وای میسادیم چمه. گفت این کامیونا بار میزدن، این موشک‌ها رو اینا رو داشتن میرفتن. گفت اینطور سرش تکون داد. گفت آی خدا و پدرتو بیامرزی که اگه اینا نبودن ما چه کار میکردیم. شاه رو میگفت همین خامنه‌ای. و دیدم که چندی پیش هم گفته بود که ایران اگه قوی نباشه، اگه نیرومند نباشه، اینجور میشه و اینجور میشه. پس این نیرومندی ما در زمان جمشید شاه داشتیم، در زمان رضا شاه آغاز کردیم و در زمان محمد رضا شاه به اون اوجش رسید و بسیار بالا. خب دیگه پس سر دردمند رو به خواب میاره از راه اینکه جنگ رو به کار میبره و راه گزند رو میبنده، جنگ رو کنار میذاره. بدو باشد ایرانیان را امید، بدو باشد ایرانیان را امید، وزو پهلوان را خرام و نوید. پس این بدین گونه است و شما آسوده باز. چو بشنید گفتار اختشناس، بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. ببخشیدشان بیکران زر و سیم، چو آرامش آمد به هنگام بین. فرستاده زال را پیش خواند، زهر گونه با او سخنها براند. بگفتش که با او به خوبی بگوی، که این آرزو را نبود هیچ روی. ولیکن چو پیمان چنین بود نخست، بهانه نشاید به بیداد جست. بیاسای اکنون تو پیشیده دار، بدان تا نداند کس از روزگار. پس هنگامی که آرامش پیدا کرد گفتش که این نماینده یا نامبر و پیامبر پیام آور زالو بیارن آورد. گفتش که برو برون بگو که آرام باش، که این آرزوی تو به هیچ روز شدنی نبود. با این روی من پیمانی با تو بسته بودم، ولی که چو پیمان چنین بود نخست، بهانه نشاید زبیده آجوز. چون پیمان بستم بر سر پیمان باشم. پس ببینید انسان اگر پیمان میبنده، در آیین‌های ایرانی داریم، در مهریش داریم، میگه بر پیمانی که میبندی و سوار باش، اگر چه با دروغ زن. اگر با دروغ زنم پیمان بستی سر باد باش. و اینک من اینک به شبگیر از این رزگاه، سوی شهر ایران گذارم سپاه. ایران شهر، ایران یا ایران شهر، اینجا به جایی مانند اهورامزدا اورمزد یا اهورامزدا یا مزدا اهورا، اهورامزدا مزدا اهورا، شهر ایران ایران شهر. میگه من اونجا میروم بدان تا چه فرمایدم شهریار، چه آید از این کار پروردگار. فرستاده را داد چندی درم، بدو گفت خیره مزن هیچ دم. گسی کردش و خود به راه ایستاد، سپاه و سپهبد از آن کار شاد. پس اینو به راه انداخت و رفت، گفت بزار اینو بگه و خودش هم راهی ایران شهر و ایران زمین و شهر ایران شد. در این شهر ایران یادتون باشه من پیش از اینم یادآور شدم، این ایران نه اینکه همه رو در بر میگیره، یه نمودم هست، گاهی پای تخته. یعنی از توی ایران میبینیم رفتن توی ایران، از توی ایران، یا از توی یمن خودش بخشی از سرزمین های ایرانی میاد توی ایران که سر پادشاه اون بود زیر فرمان ایرانه، روز خاک ایرانه در اون دوره میاد باید. پس این ایران شهر و شهر ایران و اینها همه جایگاه ویژه‌ای دارن. دو بهره چو از تیر شب درگذشت، خروش سواران برآمد زدشت. یا این اینم من خواستم بگم که این بهره و ساعت و پاس و از
واحدهای اندازه‌گیری زمانه. یا برای نمونه جایی داریم، داریم سوم روز از شب گذشته سه تا پاس گذشته کنیزک بپرداخت از اختر شناخت. اینو داریم. یا چو از روز یک ساعت اندر گذشت، بیامد ز درگاه چوپان ز دشت. یک ساعت اندر گذشت از روز، چوپان اومد به دشت، یعنی بامداد بود، یک ساعت در روز گذشت رفت اونجا. یا چو از روز نه ساعت اندر گذشت، خور از گنبد چرخ گردان بگشت. ببینید چرخ گردان، این خور از اونجا بگشت. خب این که اون به سوی ایران شهر یا به سوی پایتخت میره و این نامه بر به سوی زال میره، ما داستان رو در همین جا میگذاریم و میریم به سراغ آی ایرانم. اولسون سنه گربان سنم. آهنگ آی ایرانم رو گوش میدیم به زبان آذری. من به درود میگم تا درودی دیگر و آرزوی بهترین ها رو دارم. فراموش نکنیم که یک بهمن هم برنامه داریم، یا روزهای دیگه هم دوستان دیگه گفتن در ماه دی و بهمن که بزرگداشت بگیریم، یا حتی سی اسفند بزرگداشت بگیریم، زادروز و پایان کتاب فردوسی رو. و در این گرامی داشت ها بیاییم و برنامه ریزی کنیم برای 25 اردیبهشت که همگی چون پاسارگاه در پای آرامگاه کوروش از همه جا گرد بیان. روز روزگار و شما خوش. بدرود تا درودی. Sen akat
Barlarından gülmüş müşem, barlarından gülmüş müşem, barlarından.